بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شيخ الإسلام ميغوينكي وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. در حقیقت شنوید الله تعالی سخن آن زنی که همراهی تو جدال میکرد، کشمکشی میکرد، فی زوجها، در خصوص شوهرش، و تشتکی الی الله، و به الله تعالی شکایت میکرد، و الله تعالی صحبت هر دوی شما را شنوید. این آیت دلالت میکند به اثبات صفت سمع، شنوایی، و این را الله تعالی با صیغه ماضی و مضارع آورد. یعنی الله سبحانه و تعالی شنوید و میشنود. قد سمع الله قول التي، الله تعالی شنوید در حقیقت سخن خوله بنت ثعلبه را در خصوص شوهرش عوص ابن صامت آمده شکایت کرد، گفت که یا رسول الله، این مرا زیهار کرد، یعنی تو برای من مانند مادرم، گفت طلاق زمان جاهلیت بود. و پیامبر صلی الله علیه و سلم با آن حکمی که در بین مردم جاری بود و عادت مردم جاری بود حکم میکردن تا مادامی که قرآن برخلافش نآید، از جمله سله. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که به وای رسیدند، حالا مثلا پیغمبر نبودن، سله داشتند. ابو جهل سله داشت، ابو طالب سله داشت، مردم عرب سله داشتند. وقتی که پیغمبر شدند، تا آخری وفاتشان پیغمبر علیه السلام سله داشتند. الله تعالی این کار نکرد و سله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه امر کرد و نه نهی کرد، همین گونه ماند. بنابراین پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبق عادت مردم مکه حکم طلاق کردن، گفت که یا رسول الله، آخر اینقدر فرزندای زیاد دارم، زمان جوانیم را استفاده برد، امروز در زمان پیری من بیرون خانه کرد، دیگه من جای رفتن ندارم، دیگر چیکار کنم یا رسول الله؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم: نمیدونم، همین قدر میدونم که تو به شوهرت حرام شدی. میگفتم او میگفت که من اگر به پیغمبر علیه السلام شکایت کنم و شکایتی من فایده ندهد چیکار کنم؟ گفتن که به الله تعالی شکایت کن. و صحبتش با همراهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دور و دراز بود. بنابراین الله تعالی بینه در همین آیت هم صیغه ماضی هست، قد سمع الله، در حقیقت شنوید، یعنی حادثه وقتی که روی داد، بعد الله تعالی شنوید سخن آن زنه که همراه تو جدال میکرد و شکایت به سوی الله تعالی کرد. سپس به الله تعالی شکایت که یا الله، گفت در زمان جوانی مرا استفاده برد، امروز من اکنون پیرزن شدم، همراهی کودکان نابالغ و بسیار هم مرا طلاق داد، مسئله مرا ببین. وقتی که شکایت کرد، الله تعالی این آیه را نازل کرد: والله يسمع تحاوركما، گفت الله تعالی مکالمه شما را شنوید، یعنی صحبت شما را شنوید. حضرت عایشه بسیار از قفای دیوار حرکت میکردن که شنوند که این زن به شوهر عایشه چی میگوید. اینقدر سخن دور و دراز با پیغمبر صلی الله علیه وسلم کرده استاده است، نمیفهمید. وقتی که آیت نازل شد، بعد حضرت عایشه، چه خیلی که در صحیح بخاری ثابت است، گفتن که الحمدلله الذی وسع سمعه الاصوات، هم به الله که شنواییش تمام آوازها را فرا گرفته است. و حالا که من در قفای دیوال بودم، از ناحیه خانه ساده، از یک کنج خانه ساده نشنیدم آن چیزی که به شوهرم میگفت، اما الله تعالی از بالای هفت قبط آسمان شکایت زن را شنوید و آیت نازل کرد. خب، آیت دیگری
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. در حقیقت الله تعالی شنوید سخنی آنهایی که گفتن که الله تعالی فقیر است، سبحانه، الله تعالی کمبغل است گفتن، و نحن اغنیا، و ما بای هستیم. بعضی مفسرها میگویند که وقتی که حضرت ابوبکر یا یهودی را دعوت به دین مقدس اسلام کرد، گفت که ما به آن الله اگر حاجت نداریم، برعکس او به ما حاجت دارد. نمی بینی که او از ما قرض پرسیده استاده است، ما از او بایتر هستیم، او از ما قرض پرسیده استاده است. گفت بعضی علما گفتن که برای همین نازل شد. و یک شیخی را دیده بودیم در مکه و در دیگر کشورهای هم چند مراتبه هم نشست شدیم، متخصص به جن بود و واقعا در حضور ما و در بسیار دربارش معلومات داریم که چندین جین ها اسلام قبول کرده است در دست همین شیخ از اهل مکه، و بسیار جین ها رو به قتل هم رساندگی هست، یعنی با قرائت سوره فاتحه و فلق و ناس واقعا متمکن بود. و یک سبتی صدا بود، وقتی که به شیخ یا بیمار زنک زنگ میزند، وقتی که شیخ مثلا جواب میگرداند، الکی زن بیهوش میشد و جین گپ میزند. اینه نامش سرع میگن، بیهوش شدن بیمار و با زبان بیمار جین گپ میزند، اگر مشاهده کرده باشه. با همین آواز جین تلفن شیخ ثبت کردگی است، به ما مونده دادن، گوش کردیم. سبحان الله، یا جینی که 5000 ساله جین، یعنی جین ها عمری دراز میبینن نسبت انسان ها. حتی ابلیس من از زمان آدم زنده بود تا حاضر زنده است و تا قیامت زنده است. بعد همین جین صحبت های همین جین برای ما مونده دادن، صداش را گوش کردیم. سبحان الله، با شیخ جدال میکند. بعد همینجا میگوید که تو کی هستی؟ میگوید که من نصیحت میکنی. میگوید شیخه. میگوید شیخ من، میگوید هیچ کسی نیستم، من یک مسلمان هستم، وظیفه مو امر معروف نهی منکر، بنده های الله تعالی را ترسانیدن از دوزخ، دعوت به جنت. هی خلاصه بعد میگوید که من میشناسی من کی هستم؟ همین جین میگوید من، میگوید شخصیتی هستم که فلان میلیون شخصیت ها را کافر کردگی هستم. من یک جینی هستم که هر روز چندین انسان ها را به کفر میبرم، یعنی به نزد سحرگر میبرد، به عمل سحر ترغیب میکند دیگر و دیگر. همین عمل های کفر و عمل های بسیار بزرگش را ذکر میکرد، از جمله عمل هایش همین که من، میگوید همراهی همون یهودانه که این الله فقیرون و نحن اغنیا گفته بودن، من همونجا بودم، میگفت من هم گفتگی هستم، میگفت. یعنی یکی از سخنهاش، یعنی همین قوله که الله تعالی در قرآن میگفت که این الله فقیرون و نحن اغنیا، این من در نظر دارد، میگفت یعنی من در همون گروه بودم، میگفت. و من 5000 سال این جانب با الله بزرگ مبارزه برده استادم، و من فخر میکنم که با این قدر ذات قهار جبار، با این قدر ذات عظیم کبیر متکبر، من این قدر سالها 5000 سال این جانب مبارزه برده استادم، با همین من فخر میکنم. گفته درباره وقتی که شیخ اول پیش از این سخنش نصیحت میکنه که الله تعالی ذات بزرگ است، بعد میگوید که من الله تعالی رو از تو خوب میشناسم، گفته یک نوع الله سبحانه و تعالی رو وصف میکند. اگر از همین جای وصفش گوش کنید، فکر میکنید که اون خطیب جمعه در جمعه الله تعالی رو وصف کرده ایستاده است، گفته فکر میکنید همین خل وصف طبق قرآن و سنت الله سبحانه و تعالی رو وصف کرده ایستاده است. قدرت الله تعالی، عظمت الله تعالی، جلالت الله تعالی، بزرگی الله تعالی را، همه صفات های بزرگ الله تعالی را ذکر کرده، میگوید که من فخر میکنم که با این قدر ذات بزرگ 5000 سال این جانب مبارزه برده ایستاده ام. بعد
خلاصه کلام کوتاه میکنیم. شیخ میگو دیگه از شیخ عالم است دیگه، شیخ کم صحبت کرده گیست، فقط الله تعالی میگوید موفق کرد که وقتی که گناه هایش را ذکر میکرد، گناه هایش بینی های همش گناه های کفر و شرک، بسیار گناه های کلام و عددی گناهش هم بسیار و طولانی گناهش هم، وقتی که گناه هاش را ذکر میکند و فخر میکند، میگون که میدانی میگون با وجود همین قدر گناه هایت اگر حاضر توبه کنی همش الله تعالی میبخشد. گویان جین گریه میکنه، همین گریه میکنه، میگو سبحان الله، این میگو الله خیلی هم ذات خوب است، ذات بزرگ است که همین قدر گناه با یک دهن راست میگوی توبه کنم میبخشد، لیکن من توبه نمیکنم، من میخوام که الله تعالی مرا به دوزخ قرارت میگو. خلاصه همین جین اسلام نمیبرد، شیخ در جده میگو کشتم. یعنی شاهد همین که من میگوید در همون قطاری همون آدم هایی که الله تعالی در قرآن نقل کرد، لقد سمع الله، در حقیقت شنوید الله تعالی سخنی آنهایی که، یعنی آنها چند نفر بودن، من همون الذین و میدرون میگوید آنهایی که قالوا ان الله فقیر، الله تعالی کمبغل است و نحن اغنیا، و ما بای ها هستیم، من میگوید از جمله موها بودم. خلاصه در اینجا الله تعالی میگوید که الله تعالی شنوید سخنهای آنها را، اثبات صفت شنوایی به الله سبحانه و تعالی در این آیت و در آیت بالایی. آیت دیگری ام یحسبون ان لا نسمع سرهم و نجواهم، الله تعالی میگوید که آیا این مردم گمان میکنن که ما سر آنها و نجوای آنها را نمیشنویم؟ نجوا سخنی که شما در یک خانه هستید و جا آدم های زیاد هستید، لیکن دو کس به گوش همدیگر گپ میزنید، پست گپ میزنید، یا اینکه دیگرها زبان شما رو نمیداند، بلند گپ میزنید و لیکن دو کس گپ میزنید، نجوا هست. سر بین دو کس پنهانی در خانه علاهیده، در جای علاهیده سر است. شما گمان میکنید که الله تعالی سر شما و نجوای شما رو نمیشنود؟ بله، بلکه میشنود. اثبات صفت شنوایی، حتی نه فقط آواز بلند را، بلکه سر و نجوا را میشنود. بله و رسولنا لدیهم یکتبون، ما میشنویم، غیر از این که ما میشنویم، نمایندگان ما یعنی فرشتگان کرام، لدیهم یکتبون، در نزد آنها مینویسند، کرامن کاتبین، در پهلوی در کتف راست و چپ دو فرشته هست، هر یک عمل خیر و بدی انسان را مینویسند. خب اننی معکما، آیت دیگر اننی معکما اسمع و ارا، این در حق موسی علیه السلام و هارون دادرشان که هر دو پیغمبران الله تعالی بودند، اننی معکما، من همراهی شما هستم، میشنوم و میبینم. یعنی اینجا معیت الله تعالی، همراهی موسی و همراهی هارون بودن الله تعالی، هم معیت ذاتی نه، یعنی الله تعالی با ذاتش همراهی موسی و همراهی هارون در مصر نه، بلکه با علمش و با شنواییش و با بیناییش، خیلی که آیت خود دلالت میکند، اسمع و ارا، شما نترسید، لا تخافه، نترسید از ظلم فرعون، اینانی معکومه، من همراه شما هستم، میشنوم و میبینم، هر گپی که فرعون علیه شما میگوید، هر تدبیری که علیه شما میبیند من میشنوم و ارا، و چیکاری که میکند من میبینم، یعنی من نمیگذارم که وای شما رو ظلم کنم، نترسید. اثبات صفت شنوایی و صفت دیدم، و این چونین در واقعا در حدیث ها آمده است که پیامبر علیه السلام صفت های شنوایی الله تعالی و بینایی الله تعالی اثبات کردن، و شیخ الاسلام رحمت الله علیه در پایان تری کتاب ذکر میکنن، لیکن اینجا حدیث ابو موسی اشعری را برای فهمی
طالب علم ذکر میکنیم برای آسان شدنش که چگونه پیامبر صلی الله علیه و سلم علی تعالی را وصف کرده، گفته که یا ایها الناس، ای مردم، اربعوا علی انفسکم، به نفس هاتون مشقت نکنید، جانتون به عذاب نگذارید. اینو بلند بلند الله اکبر سبحان الله گفته داد میزدن. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته اربعوا علی انفسکم، یعنی به نفس هایتون آسان گرید، وزنین نکنید، داد نزنید. اینکم لا تدعون اسم ولا غائبا، شما یک ذاتی کر را دعا نکرده استادید، طلب و درخواست خود را شما از کر نپرسیده استادید، ولا غائبا، و یک ذات غایب نیست الله تعالی، یعنی انکار کردن صفت کریت و صفت غایبیت را. ولیکن تدعون سمیعا بصیرا، لیکن شما یک ذاتی را دعا میکنید که شنوا هست، بینا هست. ان الذي تدعون اقرب الى احدكم من عنق راحلته، آن الهی که، آن پروردگاری که شما دعا کرده استادید، وای نزدیکتر است به شما از گردن شتورتان دیده. برای چی گردن شتور مثال آوردم؟ برای اینکه آن چیزی که مسافر در رو به روش میبیند گردن شتورش است. مسافرای عرب علال خصوص در بالای شتور رفته استادیان بلند الله اکبر میفتن، با بلندی برای الله اکبر میفتن، با پستی فرویان سبحان الله میفتن. این سنت است. فقط وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله انکار نکردن ذکر آنها را، انکار آوازی بلند را انکار کردن، جانتون را در نکنونید، گله هاتون را در نکنونید، بلند داد زده الله تعالی میشنوه و میبینه کار نیست گفتن. خب و آیت دیگری درباره صفت بینایی الله تعالی میگوید که قوله الم یعلم بان الله یرا، این در حق ابو جهل لعنت الله علیه نازل شده است. الم یعلم، مگر ابو جهل ندانست که الله تعالی میبیند؟ الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین، الله تعالی ذاتی که تو رو میبیند وقتی که به نماز برمیخیزی و اینچنین در سجده هات تقلبی تو رو میبیند، یعنی از سجده میخیزی به سجده میروی، همه این حالت هایت رو الله تعالی میبیند، صفت بینایی. و در آیت دیگر الله تعالی میگوید که قل اعملوا و قل اعملوا و قل اعملوا، و در آیت دیگر الله تعالی میگوید که و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، بگوی پیامبر علیه الصلاه و السلام به مردم عمل کنید، محنت کنید، عبادت کنید، زود است که الله تعالی عمل شما رو میبیند، پیغمبرش میبیند و مؤمن ها هم میبیند. در اینجا اثبات صفت فسیر الله، زود است که الله تعالی عمل شما رو میبیند، صفت بینایی و دیدن به الله سبحانه و تعالی. اهل سنت و الجماعت به الله تعالی صفت شنوایی و صفت بینایی اثبات میکنند. شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگویند که و علی ذلک یدل الکتاب و السنه مع الکتب المتقدمه التوراة والانجیل والزبور فقد اتفق عليها نصوص الانبیاء. و در این مسئله، در مسئله شنوایی الله تعالی و بینایی الله تعالی، کتاب قرآن دلالت کرد، سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم دلالت کرد، همراهی کتاب های پیش گذشته تورات، انجیل، زبور و سخن های پیغمبرها همش متفق است. و اقوال سلف، قول سلف و ائمه العلماء، امام های علما، نه فقط علما، علما هستند با امام های علما هستند، علمای هستن که به دیگر علما با امام هستن، پیشواهای علما. و دلت علیها شرائح المقولات، و بر اثبات صفت شنوایی الله تعالی و بینایی الله تعالی قولهای مسلمان ها صراحتا دلالت کرده است. حتی اشعری ها و ماتریدی ها صفت شنوایی الله تعالی و بینایی الله تعالی را اثبات میکنند، اگرچه اثبات آنها مکمل نیست. حتی کلابی ها اثبات میکنند. خب
شنوایی و بینایی صفتی کمال است. بنابراین الله تعالی خداهای مشرک ها را عیب کرد. ما لا یسمع ولا یبصر. برای چی شما یک خداهای باطل را پرستش میکنید که آنها نمیشنود نمیبیند؟ گفت یعنی عیب کرد آن خداها را. برای چی شما اینها را عبادت میکنید؟ در چندین جایهای قرآن کریم الله تعالی عیب کرده است که این خداها نمیبیند نمیشنود. مفهومش چی است؟ مفهومش این است که الله تعالی میشنود و میبیند. خب این درباره صفت شنوایی و صفت بینایی الله تعالی است. همین قدر کفایه است برادر؟ یا دوامش گیریم یک صفحه دیگر، سه آیات. خب خب و قوله و هو شدید المحل. و این چونین قول الله تعالی که الله تعالی شدید المحال است. محال اصلا از کلمه حیله گرفته شده که است و بعضی علما مکر ترجمه کردن. شدید المکر، الله تعالی ذاتی است که سخت مکر میکنه. شدید الاخذ بالعقوبه ترجمه کردن بعضی ها، سخت عقوبت میکنه. و بعضی علما رحمت الله علیهم گفتن که معنای شدید المحال در لغت شدید الکید، کیدی الله تعالی شدید است. کید یعنی مکر، مکری الله تعالی. این صفت ها صفت هایی هست که اصلا صفت های مذمت است، صفت های بد است، لیکن خوب فهمیدن در کار که اینها صفت های بد است. ابتداعا کسی که سر میکنه در این صفت بد است. و هو شدید المحال و قوله و مکر الله و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. اینش در حق عیسی علیه الصلاه و السلام نازل شده است. و مکر و مکر الله، نو مکر کردند و الله تعالی هم مکر کرد. الله تعالی ابتداعا یعنی سر کرده یگان کس مکر نمیکنند. مکر یعنی یک از طرف یک شخصی بد به طرف یک شخصی نیک، یا به یک شخصی که بیگناه هست، یا به یک شخصی که ظلم نکرده است مکر کرده می شود. مکر یعنی نو به هنگام کشتن، به او یک مکر آماده کردن، یک قبقان. این در حقی یهودا گفته که یکی از نزدیکترین شاگردان حضرت عیسی علیه السلام بود که به عیسی علیه السلام خیانت کرد. جایی پنهان شده عیسی را به یهودا خبر داد. یهودا آمدن و در پیش همین بود. وقتی که در آمد، الله تعالی جبریل را فرستانید. اون خانه خانه بود که مقصد در بالای بامش جای سوراخی بود. مردم ما موری میگویند. پیشتر در داخل خانه ها آشتان و دیگ بود. آتش و دود به همون موری برآمده می رفت، به همون سوراخی. همین خیلی جا بود میگن. حضرت جبریل آمده حضرت عیسی را برداشت و صورتی، فقط صورتی روی حضرت عیسی را به همین یهودا گفته که شاگردشان الله تعالی داد. اونها در آمدند و همین شاگرد کشتن. این شاگرد خیانت به عیسی کرده، جای پنهانیه که امانت بود جاشان به دشمنا گفت. جاش کجا هست؟ شهرش عنیق کن، دولتش عنیق کن، جاش عنیق کن، دوستی پیدا کن با وای عنیق کن، ما رفته دستگیر میکنیم. مقصد این خیانت کرد که الله تعالی مکر کرد. یعنی نزدیک شده استاده، شاگرد شده استاده، استاد فروخت. الله تعالی همی خیل کرد که همون طرفدارانش خودش به قتل رسانید. و مکر و مکر آی مکر کرد و الله تعالی هم مکر کرد. والله خیر المکرین، الله تعالی بهترین مکر کننده است. بنابراین الله تعالی بدترین مکر کننده نه. الله تعالی بنابراین الله تعالی را خالی گفته نمیشد، مطلق الله تعالی مکر کننده گفته نمیشد. این صفت الله تعالی نیست. فقط کسی اگر مکر کند
بعد الله تعالی مکری خودش که خودش به هلاکت میرساند که این دلالت این صفت کمال است. خب این گفتیم در حق حضرت عیسی علیه السلام نازل شده است. بنابراین الله تعالی فکر و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی بن مریم رسول الله و ما یهودا را لعنت کردیم به سبب چند عملهاشون، از جمله به قولشان که مسیح پسر عیسی را، مسیح یعنی عیسی پسر مریم را به قتل رسانیدیم. گفتن یهودا، الله تعالی میگوید که و ما قتلوه و ما صلبوه، به قتل نرسانیدم. الله تعالی انکار کرد و ما صلبوه چارمیخ هم نکردند، ولیکن شبه لهم، ولیکن به آنها مانند کرده شد. و این الذین اختلفوا فیه لفی شک منه، خود همون قاتلای هم شک کردن. آخی گفتن آه این یهودا هست کو؟ آه این تنه تنه یهودا هست. نگفتن من این عفت عفت عیسی هست کو؟ صورت صورت عیسی هست کو؟ ما عیسی را کشتیم. گفتن و بعضی هاشون گفتن که نه آخی این تنه را بین، این سر و لباس را بین، آخی آدم حجمش قد و بستش فرق میکند کو؟ گفتن آخیر این عیسی نیست. بعضی شما گفتن که این عیسی هست. الله تعالی میگه که ان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، خود اونهایی که به قتل رساندن اختلاف کردن، در شک و شبهه بودن که ما عیسی رو کشتیم یا یهودا. یهودا کجا شدن خب باشن؟ اینا وقتی که به داخل بینا در اومدن، اولین شخصیتی که خوردن همون یهودا بود، شاگردی حضرت عیسی علیه السلام. وای به قتل رساندن دیدن زمان، چون که صورتش صورت عیسی بود، روش روی عیسی بود. الله تعالی به او مانندی داد، شبیه لهم، الله تعالی مانند کرد، صورت عیسی را به روی او داد، آنها در آمدند و به قتل رسانیدند. خب عیسی را کشتند، یهودا کجا شده خب باشند؟ یهودا را یا جبریل برداشت رفت؟ نه البته، الله تعالی عیسی را برداشت. خب ما لهم به من علم الا اتباع الظن، اونا علم ندارند مگر هم یک گمان. و ما قتلوه یقینا، در حقیقت عیسی را به قتل نرسانیدن. آیت دیگری الله سبحانه و تعالی میگوید که و مکروا مکرا و مکرنا مکرا و هم لا یشعرون، آنها مکر کردن، ما هم در مقابل مکری آنها مکر کردیم، آنها حس نکردن. یعنی شما در خانتون نشستید، شما شخصی به کسی ظلم نمی کنید، شخصی پاک هستید، یک شخص به خانه شما به دزدی در آمد یا به قتل شما در آمد ناحق، شما همین خیر کردید که خودش به قتل رسانیدید، یا یک چاه کافتید که وقتی که به خانه شما دزدی در آمد به چاه افتید. یعنی شما اینجا مکر کرد، مکر کرد، شما او را به مکر افتانیدید، این صفت کمال شما هست. الله تعالی از ابتدا یکان کس را مکر، کید، یعنی این صفت ها کید، هیله، فریب، نیرنگ، مکر، خدا، فریب، مسخره، یخادعون الله و هو خادعهم، ببینید آنها الله تعالی رو مسخره میکردن، یعنی یهود، یعنی منافقا، و هو خادعهم، الله تعالی آنها رو مسخره کرد، یعنی جوابن بر مقابل مسخره شون الله تعالی مسخره کرد. فریب دادن، الله تعالی فریب داد، الله تعالی فریبگر نه، مکار نه، هیلگر نه، نیرنگباز نه. لیکن وقتی که کسی همین خیل پین دارد و همین خیل عمل کند در مقابل دین الله تعالی، در مقابل الله تعالی، الله تعالی همین خیل کرده او رو در مکر خودش می الله یستهزی او بهم، الله تعالی با آنها استهزا میکند. استهزا اصلا صفت خوب نیست، مسخره کردن، همز و لمز کردن، تحقیر کردن، این صفت الله تعالی نیست اصلا. لیکن وقتی که آنها استهزا کردن، الله تعالی آنها را استهزا کرد جوابن، و این صفت کمال حساب میشد. میگه انهم یکیدون کیدن و اکیدو کیدن، آنها کید میکردن، من هم در مقابل کیدی آنها کید کردم. خب این آیت ها اثبات صفت حیله، مکر، کید و مانند این صفت ها، یعنی ما به الله سبحانه و تعالی اثبات میکنیم
لیکن خوب باید فهمیده شود که چه خیلی که ابن القیم رحمت الله علیه در این باره یک سخنی دارند فهموتر است. ابن القیم رحمت الله علیه میگویند که در کتاب سوائق المرسله ابن القیم رحمت الله علیه میگویند که ان الله تعالی لم یصف نفسه بالمکر والکید والاستهزاء والخداع مطلقا. الله تعالی خود را با مکر و کید و استهزاء و خداع فریب مطلق وصف نکرده است. چه خیلی که علم، قدرت، بینایی، شنوایی اینها را مطلقا وصف کرد، اما این صفات ها را مطلق وصف نکرده است. بل علی وجه الجزای لمن فعل ذلك، بلکه همچون از روی جزا به آن آدم هایی که همین کار کردند، کسی که همین عمل ها را کرد الله تعالی همچون جزا همین کار را کرد و هو حسنون، و این کاری خوب است. وقتی آنکه مکر کردن، کید کردن، فریب دادن، الله تعالی آنها را در مکری خودشان، در فریب خودشان، در چاهی کندگی خودشان، خودشان را هلاک کرد. این خوب است، این صفت کمال است. و این افعال هذه الالفاظ لا يجوز اطلاقها على الله تعالی، این لفظ ها را مطلقا الله تعالی را با چنین صفت ها وصف کردن ممکنه. الله تعالی مسخره کننده هست، فریبگر هست، هیله کننده هست، گفته وصف کردن ممکن نیست. ولا یشتق له منها اسما، از این صفت ها اشتقاق اسم کرده نمیشد، مکار یا ماکر گفته نمیشد. لانها تمدح فی موضع و تذم فی موضع، چون که این صفت ها در یک موضع تعریف کرده میشود، در جای دیگر مذمت کرده. این صفت ها مطلقا صفت خوب نیست، در بعضی جاها صفت خوب است اگر جوابان باشد، و در بعضی جاها صفتی بد است. بنابراین این در این مسئله اهمیت دهید. والله اعلم، و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.